بنام خداوند مهربان، سلام به تمام شما بینندگان عزیز برنامه بامداد خوش. امیدوار هستم که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین و دو ساعتم بینندگان برنامه بامداد خوش باشین. روز یک شنبه شما ان شاء الله که با خوبی و خوشی تا آخر روز خوب بگذره. ما و مریم جان بازم در خدمت شما هستیم با موضوعات مختلف. بله، سلام نادیا جان، صبحت بخیر. سلام، صبح بخیر هموطنانمون، هر جایی که برنامه را میبینین سر حال باشین. امروز بامداد خوش روز یک شنبه را شما میبینین، روزا هم روزای بهاری است، هرچند هوا گرم شده که دیگه بیخی احساس میشه که تابستان است، فصل تابستان. و اما بازم خبر رخصتی است. حتما شما در جریان خبر قرار گرفتین که با پیشنهاد وزارت صحت عامه و فیصله رهبری حکومت برای جلوگیری از گسترش موج سوم ویروس کووید 19 و رعایت بیشتر تدابیر مراقبتی برای کارکنان دولت فیصله صورت گرفته که بر بنیاد این فیصله کارکنان خدمات ملکی قشر آسیب پذیر از 16 جوزا در تمام وزارتخانه و اداره های دولت در مرکز و ولایت افغانستان به استثنای وزارت صحت عامه و مدت 2 هفته رخصت هستند. و همچنان کارکنانی که سنشان از 55 سال بالاتر هست و کسایی که مصاب به امراض مزمنی مثل شکر، بیماری های قلبی و سرطان هستند و کارکنان زنی که حمل دارن و حملشان از 4 ماه بالاتر است، اونا میتونن از خانه کار کنن و وقتی از خانه هم کار میکنن به این معنا نیست که اونا رخصت هستن، بلکه تمام امتیازات کاری را اونا شامل میشن و این حضورشان و کارشان از خانه از رخصتی سالانهشان هم کم نمیکنه و برای 2 هفته رخصتی اعلان شد. خب مریم جان، به خاطر انتشار بیشتر ویروس کرونا در این اواخر که در خود کشور ما افغانستان هم آمار زیاد را در این چند وقت داشته که وزارت صحت عامه که دیروز از مرگ 41 بیمار کرونا و ثبت 1273 نفر رویداد تازه ویروس کرونا و 3346 نمونه که در 24 ساعت از همگی دریافت کردند، گفته شده که 41 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شده که مجموعاً ارقام کسایی که به ویروس کرونا در کشور خود ما افغانستان مبتلا هستند 79236 تن می باشه که این آمار روز به روز بالا شده میره و آمارش بلند میره و از این میان 3145 نفر بیماران هستند که به اثر از این مریضی جانهای خود از دست دادن و 58265 نفر هم کسایی هستند که دوباره توانستند که صحتشان بهبود پیدا کنه و این آمار هم که وزارت صحت فعلا بررسی کرده، گفته شده که رویدادهای مثبت ویروس کرونا بیشترینش در ولایت کابل و بلخ می باشه که در ولایت کابل 481 است و در ولایت بلخ هم 105 نفر می باشه که در یک شبانه روز به ویروس کرونا مبتلا شده و ولایت های دیگر هم چنان هستند که کم و بیش می باشه. همطور که قبلا هم گفته شده بود که شدت و سرعت شیوع این ویروس جهش یافته کرونا بیشتر است، فعلا همین تو یک چیز در حال تجربه است و همچنان در هند تدابیر بسیار شدید و محدودیت های بسیار شدید از چند هفته به این طرف وضع شده بود، اما فعلا از دیروز به این طرف یک اندازه از تدابیر در دهلی پایتخت هند لغو شد، محدودیت هایی که قبلا بود و در این اقدام جدید خب با این که خب هنوز هم شیوع موج بسیار شدیدی از کرونا در هند در حال جریان هست، اما از دیروز به این طرف بازارها و مراکز خرید برای بعضی هایشان اجازه داده شده که دوباره مثل قبل تا حدودی فعالیت داشته باشند و برای نیمی از کارمندانی هم که در دولت کار میکردن در هند
از دیروز اجازه داده شده که به سر کار برن و حضوری در دفتر کاری باشن و کار کنن. یعنی قبلا تو بود که از راه دور از خانه کار میکردن، اما با این حال هم نظر به هفته قبل آمار مبتلایان کرونا در هند کمتر گزارش شده. این هفته یعنی هفته خوبتری را داشته تا چند هفته قبل که بسیار آمار مبتلایانشان بلند رفته بود. و همچنان در بعضی از کشوران مثل ایتالیا تزریق واکسین کرونا بر نوجوانان 15 سال به بالا اجازه داده شده و از امی هفته شروع شده واکسیناسیون نوجوانان 15 سال به بالا. خب انشالله که روز جدیدشان به خود کشور ما افغانستان بیایه و ما کوشش داریم تا در مورد نو جدید واکسین کرونا که نو چینی می باشه در برنامه با بعض دکترها صحبت های همچنان داشته باشیم تا اینکه معلومات شما بیشتر شوه. و همچنان خبر ورزشی که چهارمین دور رقابت های انتخابی هندبال بادوان کشور روز شنبه با میزبانی خود پایتخت آغاز شد و در این رقابت ها 80 بانو از 6 ولایت کشور به در 5 روز در برابر همدیگر خواهد رقابت کردن و تا بهترین چهره به خاطر رقابت های تیم ملی انتخاب شوند. و مسئولان فدراسیون هندبال میگویند که این رقابت ها به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا در کشورهای متفاوت تر از سالهای گذشته و بدون مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد و ورزشکاران ولایت کابل، هرات، بلخ، بامیان، سرپل و دایکندی در این رقابت ها حضور خواهد داشت. قرار است در فرجام این رقابت ها 28 چهره برتر از رقابت های تیم ملی رشته هندبال در این مسابقات انتخاب شود که انشالله که بتانیم یک تیم ملی خوب از هندبال همچنان از بانوان داشته باشیم. بله، خب دیروز که روز جهانی محیط زیست بود و در افغانستان هم یک هفته را اختصاص دادن به محیط زیست و امروز روز یک شنبه 6 جون روز جهانی بام سبز هست و با برنامه های متنوعی که در این هفته برگزار میشه هدفی است که کمک شود به محیط زیست و طبیعت. و امسال از طرف سازمان ملل شعاری که انتخاب شده بود برای روز جهانی محیط زیست نامگذاری ایده هر با احیای ایکوسیستم اختصاص دادن و با برنامه هم که دیروز در پاکستان برگزار شده بود امسال برنامه محیط زیستی که خب سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه امسال با میزبانی پاکستان برگزار شد و هدف برگزاری این برنامه در این دهه ای است که برای پایدار با برنامه های توسعه‌ای در قسمت محیط زیست کار صورت بگیره، خصوصا تغییرات آب و هوایی که بسیار تأثیر گذار بوده در همین سالی که گذشت و خصوصا یکی از فایده های کرونایی بود که روی شرایط محیط زیستی زیاد تأثیر ماند و حداقل آلودگی کمتر شد. و تغییرات آب و هوایی و تنوع زیستی در حال حاضر در بسیاری از کشورها نسل بعضی از نباتات و نسل بعضی از حیوانات در حال انقراض و از بین رفتن است که در برنامه امسال محیط زیستی تلاش نمی است که خب کار شود برای که تنوع زیستی از بین نره. خب ما مریم جان یک موضوع دیگه که همه مردم به خاطر از اینکه به ویروس کرونا مبتلا هستن از نبود اکسیژن و امکانات در خود شفاخانه شکایت زیاد دارن که یک خبر دیگه که در حال که سکتور صحت افغانستان با کمبود اکسیژن برای بیماران کووید 19 روبرو هستند، فدراسیون اتاقهای افغانستان میگویند که این مجموعه 30 کارخانه تولید اکسیژن در کشور که در 15 کارخانهش به علت کمبود برق، کمبود منابع پولی و چالش های دیگر از فعالیت باز مانده است که مجموعه 30 کارخانه تولید اکسیژن ما در خود کشور افغانستان داریم و 15 دانش به خاطر نبود برق و بعض از مشکلات دیگه از فعالیت باز مانده. و این فدراسیون می افزاید که در سال اخیر 15 کارخانه تولید اکسیژن به علت چالش های زیاد شاید به رکود مواجه شود و آنان میگویند که با وجود وعده های حکومت اکنون هم برق کافی به شماره از کارخانه های تولید اکسیژن نمی رسد و شماره از کارخانه داران به علت نارسایی های پولی تولید همچنان ندارد که ان شاء الله از طرف ریاست برشنام در
کسی کمک صورت بگیره، چون مریضای کرونا در روزا روز به روز بیشتر شده میره و زیادتر به اکسیژن ضرورت دارن که بتانن همی 15 فابریکه که فعلا به رکود مواجه است و از تولید باز ماندن بتانن دوباره به فعالیت آغاز کنن، این مشکلات انشاءالله. خب دوستان، ما منتظر پیام‌های شما هستیم. از طریق شما از طریق فیسبوک میتونین بر ما پیام بگذارین، روی موضوعاتی که فکر میکنین ضرورت است ما در برنامه صحبت کنیم پیام بگذارین، و همچنان عزیزانی را که فکر میکنین اگه استعداد و هنر و توانایی داره به فیسبوک بامداد خوش بر ما پیام بگذارین تا ما بتونیم اونا را بشناسیم، دعوتشون کنیم در برنامه، و همچنان از طریق اپ دریا هم شما میتونین برنامه را و طور زنده ببینین، و همچنان بعد از تایم برنامه هم شما میتونین از طریق دریا کامل برنامه را بیننده باشین، و همچنان در یوتیوب میتونین کامل برنامه را ببینین و تکرار برنامه را هم شب میتونین یک ساعت ببینین. و همچنان امروز هم موضوعی که در بخش درمانگاه انتخاب کردیم موضوع ریزش مو است. اگر از این چنین مشکلات دارین میتونین به 6656 در تماس شوین و سوالتان با دکتر صاحب بگوین. فعلا میریم به طرف یک وقفه کوتاه، در ادامه برنامه با ما باشین. خوش آمدید در بخش نویسش. رحمت الله قریشی نویسنده مهمان ما هست و دعوتش کردیم و در مورد کتابایشون میخوایم همراهشون صحبت کنیم. خوش آمدین به برنامه، صبحتان بخیر. زنده و سلامت باشین. به نام یاد خدا، سلام احترامات خدمت شما و خدمت تمام بینندگان تلویزیون طلوع. خوش آمدین به برنامه. در نخست میشه در مورد خودتان بر ما کم معلومات بدین، چقدر زمان میشه خودتان به نویسندگی رو آوردین و در پهلوی ازی که می نویسین دیگه چی مسئولیت دارین؟ زنده و سلامت باشین. رحمت الله قریشی فرزند عبدالعزیز قریشی، متولد سال 1376 در بغلان مرکزی. مدت تقریبا 8 سال 9 سال میشه من نویسندگی میکنم و فعالیت های مختلف داشتیم و ساختار انجمن های مختلف در بغلان. بله، و خب در مورد نوشتن بگوین که چطور پیدا کردین استعداد و هنر را در خودتان؟ زنده و سلامت باشین. هر چیز از مو شوق و علاقه و از مو لطافت و مهربانی که می داشته باشه به بار می، و ما هم یگانه شوق و علاقه که همراه نویسندگی داشتیم رو آوردیم به نویسندگی. بله، کسی دیگر هم در خانواده شما هستن که دست به قلم باشن و بتانن چیزی نوشته کنن، نویسنده باشن یعنی؟ نه خیر، در خانه ما کسی نیست، در قوم ما هستن. خب بیشتر موضوعات را که انتخاب میکنین میخواین که در کتابتون وقت نوشته میکنین کدام موضوعات میخواین باشن؟ ما زیادتر موضوعاتی که انتخاب میکنیم موضوعات مثلا جالب باشه، موضوعات معلوماتی باشه که بخواهیم که مثلا به معلومات یک جوان یا یک کسی که خواننده کتاب است میخوانه یک چیز برداشت بکنه، کوشش میکنیم بعد از این از این موضوعات های مختلف و معلوماتی و کتاب خود بگنجانیم. خب فعلا چند کتاب خودتان دارید؟ فلحال تقریبا دو کتاب ما به چاپ شده که امروز میبینین خودتان، که یک پرنده در قفس و دیگهش امام قطعیبی بغلانی. خب در موضوعات شما میشه معلومات بدین که کتاب مجموعه شیری یک پرنده در قفس، البته کتاب شیری است که تقریبا دو سال یا سه سال قبل به چاپ رسید و خیلی ها بازار خوب هم داشته. در کدام قالب می نویسین شما؟ در قالب های غزل دو بیتی ربایی است. میشه که برمون بخوانین یکی از اشعارتان را؟ خب تازه نوشتیم دیگه. در کدام هوا می نویسین؟ خب همیشه وقتی که ما می نویسیم، چون که یک الهام خداوندی است، یگان وقت ببار می، یگان وقت نی، چون که نمیشه شاعری کار زور باشه نی دیگه، یگان وقت یگان معیوب و مشکلاتی که در جامعه خود می بینیم باز همو وقت بر ما یک پیش میشه. البته یک چند بیت عاشقانه هست دیگه تقدیم شما میکنم. بر تنم زخم می شگوفت باز، درد از هر طرف که می آیی. بر تنم زخم می شگوفت باز، درد از هر طرف که می آیی. آتشم بین سینه می سوزد از غم عشق یار هر جایی.
من که از درد به خود می نالم روی زخمم چرا نمک پاشی؟ من که از درد به خود می نالم روی زخمم چرا نمک پاشی؟ خانم سوخت خودم می سوزم. بیش از این چیست نام رسوایی بر یقین که زوتو مانده مرا؟ ای سوژه های قاصدم امشب بر یقین که زوتو مانده مرا، ای سوژه های قاصدم امشب می گدازم بخویش می پیچم، تو چرا پیش من نمی آیی؟ تیری چشم تو تا به جانم زد، عشق از دیدم همه بارم، بعد مرگم اگرچه می دانم سر قبرم بگیریه می آیی. سپاسش تشکر. و خب در مورد دو کتاب دیگرتان هم میشه بگوین بر ما؟ خب کتاب امام مقتدی بغلانی، محدث مشهور جهان اسلام، که از یک از شخصیت هایی است که در بغلان مرکزی آرامگاهش می باشه، که استاد امام بخاری صاحب، استاد امام مسلم صاحب است، که بعد از قرآن عظیمشان دومین کتاب بخاری شریف است، ای استاد از واسه. و ما همین تو یک چیز در ذهنم خطور کرد تا بتوانم که مردم بغلان و جهان افغانستان ای را بشناسه که امام مقتدی بغلانی کیست، چه کارنامه هایی داشته، چه فعالیت هایی داشته، و برای از او ما خواستیم که چند چیزی داشته باشیم تا مردم بشناسیش. خب چقدر وقت در بر گرفت تا کلیه تمام کرده؟ تقریبا چون که بغلان به خودتان معلوم است یک جای است که منطقه جنگ زده است، واقعیت حالا هم جنگ در اونجا جریان داره و ناامنی هست، و نویسندگان ما بسیار با مشکلات و مایه و چالش های سر را داره، و واقعیت خیلی جای تاسف است، و کسایی که همین لحظه مرا میبینه از پیششون تقاضا میکنم دولت مردان ما توجه جدی داشته باشه در بغلان، چون که ما خیلی مشکلات داریم در بخش فرهنگ، در هر بخش، چون که جوانای ما میخواه که یک چیز داشته باشه در جامعه، اما متاسفانه دیگه بدبختانه چون که جنگ و ناامنی نمیمونه یا پیش بره دیگه. در مدت همین مشکلات و معیبم که سر راه ما بود و جنگ و ناامنی، و در مدت 3 سالی را تکمیل ساخته میشن. و خب آیا برنامه های فرهنگی ادبی هم برگزار میشه؟ بله. در بغلان شما اشتراک میکنین؟ میشه بگوین از تو برنامه هایی که برگزار میشه؟ زنده و سلامت باشین. برنامه که در بغلان برگزار میشه، واقعیت از جوان یک تشکری خاص از تمام کسایی که در بخش فرهنگ و ادب در تمام نقاط کشور کار میکنه، در بخصوص در بغلان مرکزی، وقت خیلی ها جای تشکری و خرسندی میکنیم از یوم که زحمت زیاد میکشن، محافل برگزار میکنن و کتاب های اثرهای به چاپ میرسونن، که خیلی انجمن های بزرگی داریم ما در بغلان، که خودم هم چند انجمن در اونجا ساختیم، که یک انجمن به نام انجمن ادبی موسیچه، که وقت خیلی کار کردن، که واقعیت سالانه 6 یا 7 جلد کتاب از این جوانای ما به جا میمونه. و آیا باز کمک هم میشه از طرف انجمنا برای که خب یک کتاب چاپ شوه؟ خب شاید بسیاری نتونن کتابی را که می نویسن هزینه چاپش شاید نتونن پرداخت کنن. آیا برنامه دای انجمنا هست برای حمایت از نویسندگانی مثل شما و نویسندگان جوان؟ زنده و سلامت باشین. چون که می خانواده فرهنگی، خانواده فقیر و به اصطلاح نادار هستن، چون که حتی افغانستان متاسفانه طور است که خب نویسندگی یک شغل درآمدزا نیست، یعنی قسمی که در دیگه ممالک کسی که نویسنده است چقدر یک شغل پر درآمد است، اما در افغانستان خب با تاسفت نیست. متاسفانه خودتان هم اشاره کردین تو مشکلات داریم، و ما کوشش میکنیم از طرف انجمن خود یک چیز به جوانا کمک بکنیم از مو پول شخصی خود، چون که برای ما کسی دیگه همکاری نمیکنه، و به می کتابی که شما میبینی امروز مشاهده میکنین، مثلا مجموعه شیری یک پرنده در قفسی، را از پول شخصی خود به چاپ رسوندیم، کسی همکاری نکرد. حتی بعضی کسا داریم نمیخوان که جوانای ما تشویق شوند، خصوصا ما در بغلان مرکزی، در 14 واحدی داری که در بغلان است، ریاست اطلاعات فرهنگ داریم، اما متاسفانه توجه جدی به فرهنگی ما نداره، اصلا از فرهنگ نمیفهمن که فرهنگ یعنی چی. پس چی میکنه وزارت خانه؟ نمیفهمم که با کدام سرمان هستم، اما از دولت میخواییم، از کسایی که یارا ایجا اوجا مقرر ساختن، باید از جوانای ما رو تشویق بکنه، کسایی که اثر به جا میمونه، وارا باید از تقدیر بکنه که
او بتانه که تا در آینده یک نویسنده خوب یا خیلی کارهای عظیمی داشته باشه. خب این کتابی را که تا فعلا نوشته کردین، تانستین در کدام نمایشگاه به نشر برسانین و اصلا استقبال کنن و تشویقت بکنن؟ نمایشگاه خو نماندیم، خب محافل روی نمایش گرفتیم، چندین بار روی نمایش شدن این کتاب ها که مقتبی بغلانی که تقریبا 3-4 ماه میشه که چاپ شده، یک دو بار روی نمایش شده و مجموعه شیری یک پرنده در قفس هم یک دو بار روی نمایش شده و خیلی ها دستاوردهای خوب داشتیم. خب این کتاب جلد اول چقدر به چاپ رسید؟ یعنی مردم میتونن از این کتاب استفاده کنن، خریداریش کنن؟ بله، 1000 جلد کتاب از مجموعه شیری یک پرنده در قفس به چاپ رسید که امکان داره که حالا باشه در تمام دکانهای شهر کشور ما. و امام قطبی بغلانی تقریبا 3-4 ماه میشه که چاپ شده، تقریبا 100 جلد کتاب مون دیگه کلش به فروش رسه، خیلی یک بازار خوب هم داشت. کتاب دیگری در دست نوشتن دارین فعلا؟ بله. بازی سرنوشت است که داستان است یا ناول است. انشالله ای را سرش کار داریم، چون که نتونستیم که ما او را چاپ بکنیم یا بیاریم، نبر آمده بود از چاپ. خب خواستیم که امون تو یک پوش روشه پیش به شما نشان بدیم که این تو یک چیز هست. چقدر وقت در بر خود گرفت نوشتید؟ انشالله به ظرف یک ماه دو ماه انشالله به چاپ میرسه. این کدام موضوعات دارم؟ این ناول یا داستان است. بسیار. خب پیام شما چی است؟ تشکر که امروز آمدین به برنامه. زنده و سلامت. و آرزوی موفقیت های بیشتر و به امید از اینکه موضوعی را که شما هم اشاره کردین، وزارت اطلاعات و فرهنگ که در بغلان هست، کمک کنه به جوانانی مثل شما و هم قطارانتان. پیام شما چی است؟ زنده و سلامت باشین. پیام ما به او عدد از جوانایی است که تا حالا تشویق و تقدیر نشدن از طرف خانواده. بعضی جوان ها داریم باور که حتی خانواده ایره اجازه نمیده، این یک کارای مثلا بیهود است. اما ما بر از او یک پیام دارم که جوان های عزیز کوشش بکنین، جد و جد بکنین، تلاش بکنین. امروز اگر کسی قدر شما رو نفهمه، فردایی میشه که قدر شما رو میفهمه. خوش آمدین به برنامه. زنده باشین. سلام باشین. بله، تا لحظات دیگر برمیگردیم، در ادامه برنامه با ما همراه باشین. خوش آمدید و در مورد مستندی که همراه شما صحبت کردیم، میخوایم که بریم و لحظات کوتاه از این مستند رو ببینیم. حمله ای که بر زایشگاه صد بستر برچی شد با واکنش های زیادی همراه بود و واقعا این حمله اینقدر ناراحت کننده بود که یک خانم در تو وضعیت و نوزادانی که به دنیا آمدن و در اولین ساعات زندگی خود مورد حمله قرار گرفتن. میریم قسمت هایی از این مستند را میبینیم که این مستند را شقایق توانگر ساخته و مهمان ما هم از در استیدو. اما قبل از اینکه با خودشون صحبت کنیم، میریم قسمت هایی از این مستند را میبینیم. سوره سال 1399، شفاخانه صد بستر دشت برچی. شاید خیلی به دور از تصور، نوزادان هدف حمله گروهی قرار گرفتند. شفاخانه جایی که برای درمان است، اما اکنون خودش درد می‌دهد. خوالادت است. زمانی که مهاجم داخل شده بود، داخل از اتاق شده بود که یک مریض ما که ولادت کرده بود امینجا، در روی امینجا وقتی که امی حادثه پایان یافت، بس کلگی امی پرسنل که داخل از اتاق شدن، اینجا دیدم که مریض ما با طفلش و موبایلش اینجا بود، در سطح امی اتاق قرار داشت که هم شهید شده بود امی اتاق. مهاجمین وارد شفاخانه شدند و به تیراندازی بر پزشکان و پرستاران و مادران می‌پردازند. مردم سراسیمند و نظم اینجا به هم خورده است. رفت و آمد آمبولانس‌ها حکایه‌ای از رقم درشت تلفات دارد. نیروهای ویژه برای مهار رویداد می‌رسند. 7 ساعت درگیری میان نیروهای دولتی و مهاجمان.
حضور غیر نظامیان در داخل بیمارستان روند پاکسازی بیمارستان را از وجود مهاجمان آهسته می سازد. چون میدان میدان جنگ نیست که به لحظه که یک اتفاق میفته نیروهای امنیتی عاجل متوسل به فیر و متوسل به سرای سرد شوند و هر کس که پیش رویشان آمد هدف قرار بدن. این تعریف غلط است. در یک محیط غیر نظامی تمام تلاش را که نیروهای امنیتی ما، پلیس ما در جریان عملیات انجام داد، عموما این عملیات است که ساعت ها را در بر میگیره. دلیلش این است که در همون روز ده ها نفر بالای 100 تن را تروریست ها گروگان گرفته بودند. با کشته شدن تمام مهاجمان روشن می شود که دست کم 25 تن جان باختند و شمار زیادی زخم برداشتند. در رویدادی که پیشینه نداشته و نمادی از شکستن مرزهای تندروان، برای نخستین بار یک شفاخانه هدف قرار گرفته است. شقایق توانگر با ما هست در استودیو. شقایق محصل ژورنالیسم هست در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل. سلام شقایق، صبحت بخیر. سلام، صبح شما بخیر. خدا کنه که خوب و صحتمند باشین و از گزند کرونا و ناامنی در امان باشین. شما دی به برنامه شقایق، در داورترین صحنه‌ای که دیدی وقتی رفتی برای ساخت مستند به شفاخانه چی بود؟ ببینین، در کل این حادثه خیلی فجیع بود. بله. ذره ذرهش دردآور بود، اقدر دردآور بود که آدمی که هنوز محصل است وادار کرده که برای یک مستند بسازه. اما از همه ناراحت کننده تر داستان مریم بود. خانم مریم با اینکه میفهمید میتونن خدا نجات بده، ولی این کار را نکرد و جان مریضش برش مهمتر بود. از همون طفل 2 ساله که در خانه داره، از خانوادهش، از خودش. یعنی همون موضوع انسانیت و انسان دوستی را بالاتر از همه قرار داد. و بعدش برای من سوله یا آمنه، چون در شفاخانه نام همون دختری که پایش مرمی خورده بوده آمنه گذاشتن. اما مادرش آرزو داشت که نامش سوله باشه. دختری که تا نام از او هم سول شد، با این چنین یک فجی بودن روبرو میشه. و اینا همش واقع همش ناراحت کننده بود. همش. خب چقدر وقت در بر گرفت که خودت این مستند ساختی و چند روز بعد از وقوع از یادسه خودت خواستی مستند بسازی؟ من یادم میاد که وقتی این حادثه رخ داد، من واقعا بی نهایت ناراحت شدم. دلیلش بود که من یک علاقه افراطی به طفلا دارم و همچنان به حیوانات، چون اینا موجوداتی هستند که یعنی ناخواسته وارد بعضی مسائل میشن و از هر موضوعی آری هستن و من واقعا خواب نمی برد که من واقعا هیچ کار نتونستم بکنم. بعد از مدت 1 هفته شروع کردم به ساختن از این مستند، اما نشر از این کم طول کشید به علت از این که من بلد نبودم. این کار اول من بود و من زیاد سوال میکردم، مثل یک آدمی که گم شده باشه، و بسیار به سختی مرا را پیدا کردم و همکاری ها هم بسیار کم بود، چون من در تلویزیون و یا ارگان خاصی کار نمیکردم. به علت بود که بعد از 1 سال اون نشر شد. اما در کل اگر او میان وعده ها را میگذاشتی کنار، چون مثلا مصاحبه یک فرد امروز میشد، مصاحبه فرد بعدی 2 هفته بعد، اگر اینا رو کنار میگذاشتی در 3 ماه تمام میشد. در 3 ماه هم تمام شد. 3 ماه و نیم تمام شد. بله. بله، خب رفتی دیدی با تعدادی از این خانواده، صحبت کردی از نزدیک، رفتی به شفاخانه، بگو برام کمی بیشتر قصه کن. خب من زیاد با استادای دانشگاه صمیمی هستم. باز من به استادم زنگ زدم، گفتم که ای تو یک حادثه رخ داده، استاد شما یک کار کنن برای ازی، اگه مستند ساخته بشه خیلی خوب میشه، به خاطر ازی که نسل بعد از ما ایرا فراموش نکنه که اگر ما صلح به دست آوردیم، صلح یک میوه نبود که از درخت روی زمین افتاده باشه و ما رفته باشیم میره خورده باشیم. نه، ما صلح به قیمت در جنگ بودن نوزادا به دست آوردیم. و به می خاطر من به استادم زنگ زدم. استادم مرا زیاد تشویق کردن، گفتن که حالا که خودت وسایل اندک داری، خودت برو این کارا شروع بکن. و از همونجا شد که من رفتم صحت عامه، اجازه نامه گرفتم و رفتم شفاخانه صد بستر دشت برچ. همون رقم یک لیست به من دادن. باز من رفتم دیدن چند خانواده. البته ناگفته نمانه، با تعداد زیادی از خانواده ها من مصاحبه کردم، اما چون
من بلد نبودم که تصویر بگیرم و اینا، یک صداش نبود و یک تعداد مشکلات داشت، اونا رو نتونستم در مستند جای بدم. خب با چی امکانات خودت شروع کردی کار مستند سازی ره؟ جالب همیست که نادیا جان، من برتون بگم من امکانات من خیلی کم است، اندازه عزیز که بعضی کارخانگی های خبرنگاری را در دانشکده انجام بدم. یک کامره و یک کمپیوتر، یک مایک و یک ترایپاد، فقط همه قدر. و دیگه در این مستند کسایی که مرا فقط زبانی هم کاری کردن خیلی زیاد بودن، خیلی تشویق میکردن، ولی در صحه عمل هم ما تنها بودیم. گرچه یک دوست ما در دانشکده به نام سبحان فرهادی او را ادیت کردن، ولی وقتی که من مصاحبه به خاطر مصاحبه کردن میرفتم، چون کسی ایره جدی نمیگرفت، به این دلیل من تنها بودم و مشکلات زیادی داشت. و خب زمان این مستند چقدر است؟ مستندی که ما ادیت کردیم تقریبا 18 دقیقه است. سعی کردم کوتاه باشه. و خب تجربه خوبی شد پس برات، چون اولین کارت بود. بله طبعا تجربه فوق‌العاده خوبی بود. چی آموختی از این تجربه؟ این را آموختم که هیچ وقت تسلیم نشی. تسلیم شدن بزرگترین اشتباه انسان است. هیچ وقت تسلیم نشین. شما با آرزوهایی که میخواین میتونین دست پیدا کنین. خب میشد در ساخت از این مستند از دوستایت که در خود دانشگاه یک جا از کمک میخواستی و میتونستین که با امکانات درستتر این مستند تهیه بسازین، خودتان نخواستین کسی در این زمینه کمکتان کنه یا اونا نخواستن؟ راستش من به کسای زیاد گفتم که با من همکاری کنین، ولی من به آقای تمیم حمید هم گفتم این مستند بدشگون شده، هر کسی که میگفتم بیا با من همکاری کن فرداش یک اتفاق بد برش میفتاد. بعد به می دلیل نشد دیگه، نشد که مثلا کسی هم روی من کاری کنه. و خب در مورد خانواده‌هایی که رفتی امرایشون مصاحبه کردی صحبت کردی، از او حادثه گفتن، به شفاخانه رفتی، درد دل خانواده چی بود؟ و بگو در مورد قصه چند خانواده بر ما. راستش من واقعا تجربه اولم بود. رفتم وقتی که من آمنه را دیدم، یا سوله که بهترم نام اصلیش را بگویم برش، وقتی که من او را دیدم کنار از نشستم، من را واقعا گریه گرفت. بعد که رفتم بر استادم قصه کردم و بر خانواده اینا گفتم، اونا گفتن تو واقعا کفر خبرنگاری کردی. کسی که جای به خاطر گزارش جور کردن یا مستند ساختن میره، خودش گریه نمیکنه. دیگه واقعا برای من دردناک بود. این سوله یا آمنه میخواست پای خود حرکت بده و نمیتونست. واقعا یک جوری عجیبی طرف خود نگاه میکرد، طرف پای خود میخواست نگاه کنه که واقعا چرا؟ واقعا این سوال رو نمیتونه کسی جواب بده که چرا اولین روز زندگی یک فرد این رقم باشه و طفل یک روزه در میدان جنگ باشه. این واقعا وحشتناک است. طفلای زیادی که خب مادرشون از دست دادن، هم درد بزرگی است واقعا. و این مستند حتما در اپ دریا یا صفحه تولونیوس ببینین. عباس یک کودکی است که با مشکل سر دچار شده و بسیار او مریض است. اکثریت همین طفلا وقتی که صدای بلند میشنوند بسیار واکنش بد و شدید نشان میدن. واقعا هم حادثه غم انگیز است. خب بعد از اینکه شقای جانی مستند خودت ساختی، نظر مردم در مورد خودت چی بود؟ نظر استادایت و کسایی که خودت تنها مانده بودن در این زمینه؟ موفقیت خوبیش همیست که بعد از او کسایی که تو را مثلا با سنگ میزدن و میگفتن نمیتونی، همونا در کنار تو قرار میگیرن. ولی ایره فراموش نکنین که کسایی که مرا میگفتن نمیتونی، یک نفر، وسیله کم، امکانات نداری، چطور میکنی، همین اندازه افرادی بودن که اگر شقایق توانگر هستی تو میتونی. گرچه هنوز هم اقدر که مثلا او را بزرگ کردن در او اندازه هم نیست، مشکلات خود بی نهایت داره، ولی این شروع است و برای شروع فکر میکنم خوب بوده. برنامه دیگه هم داری روی مستند دیگه، یعنی فکر میکنی یا نه؟ من بله روی چند موضوع فکر کردیم که بعضی مشکلات هست همونا رو رفع کنم، انشالله او را شروع میکنم و روی یک کتاب کار میکنم که حالا شاید یک روز در برنامه تان بخاطر از او کتاب قرار بگیرم. دیگه برنامه های هست. بله
خب شقایق جان، از این مستند که خودت ساختی چی تجربه خودت حاصل کردی؟ بخاطر که بار اولت بود، چی چیزا را نقطه ضعفت بود و چی چیزا نقطه مثبت بود بر خودت؟ من یک تعداد درس هایی از این مستند گرفتم که اگه غیر از این بود هیچ وقت در هیچ دانشگاه در هیچ سنفی من این درس ها را به دست نمی آوردم و او هم کار عملی بود. بیشتر به همکارتان گفتم بزرگترین درسش همی بود که هیچ وقت تسلیم نشه. خیلی جاها مکم آوردم گفتم نمیخوایم نمیشه ای را بسازم، کجا نشر خواه شد که خواد دیدی مستند به اصطلاح خودم دریفیدی مره، ولی بازم تلاش کردم گفتم اشکال نداره همی کار خواستی و انجام بده. تشکر شقایق جان، آرزوی موفقیت برات میکنیم و آرزو میکنم با همی انگیزه ای که خب شروع کردی و خودت گفتی که تسلیم نشدم ادامه بدی راهت و بتونی به هدفایی که داری برسی. بله خب با برنامه همراه باشین. تشکر که تا این بخش ما را همراهی کردین. با شما یک جا میریم و دیدن خبرهای ساعت 8. در ساعت بعدی برنامه برمیگردیم. خب دوباره برگشتیم دوستان عزیز، در بخش درمانگاه هستیم و امروز موضوعی رو که انتخاب کردیم ریزش مو میباشه که ریزش مو یا علت های بسیار زیاد میتونه داشته باشه که موارد ارثی، هورمونی، تغذیه و همو داروهایی که مریض های ما به خاطر مریضی های گوناگون خود استفاده میکنن موارد زیادی هست که اینا سر دوچار با این موضوع هستن. به این خاطر امروز خواستیم روی موضوع بحث بیشتر داشته باشیم تا که بتونیم از مویای خود سالم و مویای خوب داشته باشیم بهتر نگهداریش کنیم. امرو با دکتر صاحب صبور صابر متخصص جلدی و زیبایی با ما هستن و میخواییم صحبت داشته باشیم. بله. شما هم تماس دارین بشتار 656 در تماس شد و در کنار موضوعاتی که خب نادیا جان گفت یک سال و نیمی میشه از شیوع ویروس کرونا و اطلاعاتی در این اواخر وجود داره در مورد ای که یکی از آرزه های ویروس کرونا ریزش مو هست. خواستیم که این موضوع را با دکتر صاحب امروز شریک بسازیم. صبح بخیر، خوش آمدین به برنامه. به نام خدا و سلامت دارم خدمت شما تمام بیندگان عزیز تلویزیون طلوع. بله این روزا میشنویم که میگن کسایی که مبتلا به ویروس کرونا شدن بعد از یک مدت دچار ریزش مو میشن. آیا کووید 19 میتونه عامل ریزش مو باشه و چند درصد احتمال این موضوع وجود داره که بعد از اینکه کسی را کرونا میگیره یک ماه، دو ماه، سه ماه بعد دچار ریزش مو شوه؟ تمام امراضی که تب داره و خستگی داره، افسردگی داره و فشار روانی داره میتونه سبب ریزش مو شوه. و این یک اصطلاح طبی داره به نام انتلوژن افلاویم میگن، یعنی که موها به مرحله تخریب خود وارد میشه. موها از مرحله رشد میمونه میره به طرف مرحله تخریب. به او خاطر کووید 19 یا همین کرونا یک از امراض است که بدل سبب ریزش مو میشه. یکی تبه که داشته می باشه و یکی استرسی که داره. این دو دلیل است که سبب میشه تا موها از مرحله رشد خود بانه و بعد از 3 ماه پیش مریض موی روی بسیار شدید پیدا شده که به اصطلاح طبی هند فول میگن، یعنی که وقتی دست خود به سر خود میبره دستشان پر میشه، یا زمانی که حمام میکنن سطح حمام کاشی پر میشه، یا زمانی که برس میکنن برس پر میشه. و این معمولا بعد از 3 ماه 2 تا 3 ماه شروع میشه. یک سیر سعودی داره تا دو سه ماه دیگه میتونه که موی روی زیاد شه، بعدا موی روی توقف میکنه و رشد موی دوباره شروع میشه که معمولا 6 تا 9 ماه دوباره پس رشد موی شروع میشه و موها به حالت عادی برمیگرده. یعنی این متفاوت از در بین مریضایی که خب کمی سختتر ویروس کرونا را میگذرانن با کسایی که خب شاید چون معافیت خوبتری داشتن سبکتر گذراندن کرونا را. آخرین مقاله ای که انجمن جلدی آمریکا نشر کرده دو علت برازی پیدا کردن، یکی خود شدت مرض و یکی استرس یا ترس از مرض. چقدر یک مریض ترس داره؟ بله. و چقدر یک مریض مرض شدت شدتر میکنه؟ چقدر تب داشته میباشه؟ چقدر تغذیهش خراب میشه؟ و چقدر تخریبات در بدن از پیدا میشه؟ چقدر نارسایی اکسیژن به بیخ موی از میشه؟ و چقدر مریض نمیتونه که خوب آهن بگیره، بایوتین بگیره، زنک بگیره و پروتئین های طبیعی رو بگیره؟ این عوامل است که سبب شدت که تعیین کننده شدت مرض پیش مریض است. مثلا یک مریضی که با وجودی که هیچ تب تیر نکرده اما موی روی پیش پیدا میشه. حتی آمار نشان داده که مریض هیچ کرونا را تیر نکده موی روی پیش پیدا شده. ترسی که از کرونا داره، استرسی که داره که مصاب نشه، این میتونه موی روی پیدا کنه. اما هر قدر که شدت مرض زیاد باشه، دوام مرض پیش مریض زیاد باشه، عوامل مساعد کننده مثل امراض دیگه، امراض تنفسی، امراض قلبی و دیگه امراض باشه پیش از اون، پیش از اون مریض شدت موی روی زیادتر میباشه.
خب گفته شده که دو نوع ریزش ما داریم، یکی که قابل برگشت است و دیگه‌ش هم که غیر قابل برگشت است. میشه در مورد این دو نوع بر ما معلومات بدین دکتر صاحب؟ ما دو نوع تاسی داریم، یکی اسکارینگ که با ندبه یا با داغ همراه میباشه که کاملا بیخ موی تخریب میشه، و یکی نان اسکارینگ که در این صورت بیخ موی یا فولیکول موی یا کسی موی تخریب نمیباشه و در یه چانس دوباره است. باز عوامل مختلف، امراض مختلف سبب موی در این دو کتگوری میباشه. مثلا معمول ترین مرض که هست پیش انسان ها امو ارسی هورمونی یا با ارسیت مساعد و تغییر هورمون جنسی میباشه. این در مردا و زنا فرق میکنه؟ در مردا و زنا تنها شکلش فرق میکنه، شدتش فرق میکنه، سن سالش فرق میکنه، داله که در عین میکانیزم یا عین میکانیکت پیدا میشه. زمانی که انسان به بلوغ میرسه از نظر ارسی آماده میباشه با موی روی هورمون جنسی به بیخ موی یک انزایم است که هورمون جنسی را از شکل غیر فعالش به فعالش تبدیل میکنه، در این صورت عمر موی کوتاه‌تر میکنه و موی کوشش میکنه دوباره رشد کنه اما عمر کمتر می داشته باشه، آهسته 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 تا که با تاسی کامل بیان جمعه پیش مرد البته و پیش خانم ها این به شکل منتشر می باشه، شدتش کمتر می باشه، تاسی کامل نداره اما سبب ضعیفی موی میشه. یکی از انواعش بود. میتونه که بعض دواها مثلا کسایی که سرطان های را تیر میکنه یا کانسر را تیر میکنه کیموتراپی میشه یا دوای ضد سرطان میگیره پیش از اونها پیدا شه میری بسیار شدید. پیش کسایی که تغذیه نادرست میکنه، پیش کسایی که رژیم های نادرست میگیره، رژیم های غیر استاندارد به خاطر کاهش وزن خود میگیره. خب ریزش مو ارسی هم میتونه باشه؟ ارسی هورمونی که از اشکال معمولش است، یعنی ما ارسیات ریزش به ارسیات بردیم اما هورمون جنسی وسیله ساز میشه، زمین ساز میشه برش، به او خاطر ارسی هورمونی میگن. بله خب دکتر صاحب چه نشانه هایی وجود داره که ما با اون نشانه ها متوجه شیم که ریزش موی ما یک حالت طبیعی نیست و ما باید کاری کنیم به خاطر موهای خود و به دکتر مراجعه کنیم؟ یعنی نمارد اون نشانه هم بگوین چیزه؟ با صورت اوسط پیش یک فرد سالم، پیش یک فرد که سالم است تا 100 موی در روزانه نرمال است اما حساب کردنش سخت است. هر زمان میبینیم که ریزش موی ما بیشتر از سال گذشته میباشه، از زمان گذشته میباشه، ایره ما ریزش موی میگم. چقدر مدت وقت در بر میگیرم این ریزش موی که گفتین طبیعی میباشه؟ و هر زمانی که ببینیم موی های ما ضعیفتر میشه، حجم موی ما کمتر میشه، عملاً که طول موی ما کوتاه‌تر میشه، موی ما حالت پریشان به خود میگیره، موهای ما نازک میشه، میگیم ما ریزش موی داریم از نظر تعریف کلینیکی. و زمانی که گفتین موی چه وقت، سوال شما بر چه مدت زمان تا چه وقت طبیعی است؟ دو ماه، سه ماه؟ در کل عمر اگه ما، چون موی یک عضو است که در میشه داره تجدید است، در کل عمر اگه ما اوسط 50 موی ریزش می داشته باشیم و موی ما خوب می باشه، حالتش تغییر نمیکنه، این طبیعی است و این دو سه ماه نداره. و هر زمانی دیدیم که رشد موی ما نظر به ریزش موی ما کمتر است، یعنی حجم موی خود کوتاه میکنه، میگیم یک حالت مرضی است. خب دکتر صاحب بعضی از آقایان و خانم های فعلا هستن که از رنگ های موی مختلف استفاده میکنن، استفاده کردن از رنگ در ریزش مو چقدر میتونه نقش داشته باشه و همچنان در مورد استرس و دواهای که همچنان استفاده میکنن اگر یاد کنید؟ هیر گرومینگ یا زیبایی موی یکی از عوامل عمده تخریب موی است. مثلا دو شامل تونی میشه، شامل رنگ میشه، شامل موی خشکن میشه. حرارت بلند موی خشکن میتونه موی تخریب کنه، ساقی موی تخریب کنه، سبب شکستن شوه، حجم موی خرد شوه، کوتاه‌تر شوه یا کمتر شوه، طول موی کوتاه و حجمش کوتاه‌تر شوه. و یکی از عوامل دیگهش خودمی استفاده از رنگ هاست که گاهی گاهی سبب حساسیت میشه، پوست سر تخریب میکنه، سبب کم شدن موی دراز مدت میشه. خود رنگ میتونه ساقه موی بشکنانه، موی خشکان حرارت بلندش میتونه ساقه موی بشکنانه، تونی خود موادش میتونه ساقه موی بشکنانه و ای از عوامل هیر گرومینگ یا عوامل خارجی تخریب موی. خب شامپو هم میتونه نقش داشته باشه در ریزش مو؟ در حالت استفاده میکنن، در حالت موی نقش داره، در رنگ موی نقش داره، در جلایش موی نقش داره اما به او شدت نمیشه که سبب تخریب فولیکل یا کسی موی تخریب کنه. میتونه گاهی گاهی سبب تخریب ساقه شه و موی شکنن شه و وقتی موی شکنن شد حجم موی خود کمتر نشان میده. بله بیماری های زمینه‌ای دیگری که باعث ریزش مو میتونن شوند چی هست؟ تغییرات هورمون، مثلا پیش خانم ها پولیسیستیک اوواری سندروم یا پولیسیستیک اوواری دیزیز یکی از امراض معمول است که خود تخمدان ها سیست پیدا میکنه، امبلانس هورمونی یا عدم توازن هورمونی رو پیدا میکنه، سبب ریزش موی میشه. و مشکلات تایراید یا مشکلات غده تایراید یکی از امراض معمول است که سبب ریزش موی میشه. امراضی که سبب تب دوام دار میشه، تغذیه را خراب میکنه، مثلا محرقه، مثلا کووید یا کرونا، مثلا امراض که امراض معده که به صورت مزمن باشه تغذیه را خراب میکنه، میشه سبب ریزش موی شود. و دکتر زنای حامله هم بعد از ختم حمل بعد از چند ماه دچار ریزش مو میشن، این ریزش مو طبیعی هست؟ مصطلحی که مگه طفل مادر میشناسه خود زمان حاملگی زیادترین مقدار غذا ضرورت است که یک مادر گرفته نمیتونه.
یک طفلی که پیدا میشه استخوان، پوست، هر چیز ضرورت داره، پس مقدار زیاد انرژی ضرورت است. این رو گرفته نمیتونن. مادر به ماه چهارم یا پنجم بعد از سوم یا چهارم بعد از شیردی به قلت مواد میرسه. یعنی به زمانی که طفل تولد میشه ایج مواد کم میشه، اما تا تاثیرش بالای موی شروع میشه 3-4 ماه در بر میگیره. 3-4 ماه بعد ریزش شروع میشه و این قابل برگشت است. وقتی که مادر پس دوباره تغذیه میشه، پس مادر حالت روانیش خوب میشه، موی پس رشد میکنه و بالات اولی خود میره. بله، یکی از دوستا پیام گذاشتن گفتن که کسایی که به خاطر موی رفتگی از دوای سنستراید، خدا کنه نامش درست گفت، فنستراید بله، از این دوا استفاده میکنن. این دوا استفادهش آیا ضرری نداره؟ تحقیقاتی که نشان داده این دوا یک دوای مسئول است، عوارض جانبی نداره. امروز میخوام تشریح کنم. 10,000 نفر 8 نفر از مردم میتونه که به صورت موقتی شهوتشان کم شوه، همه حس شهوانشان کم شوه و این موقتی میباشه. هر زمانی که دوا را ترک کنن دوباره رجوع میکنن. اما فعلا بدیلای خوب وجود داره، دوای دیگه آمده که بدیل زی میشه. باز هم مسئولیت دوای زیبایی تا زمانی که کاملا مسئول نباشه و بازار معرفی نمیشه. و دوای فنستراید یکی از دوای FDA approved است، یعنی تایید شده FDA است و قابل ازی است که یک دکتر در نسخه تجویز کنه. خب بعضی‌ها هستن به خاطر راه‌های پیشگیری از اینکه ریزش مو داشته باشن میگن که کم کردن مو باعث از این میشه که از ریزش مو جلوگیری کنه و همچنان مساژ دادن میتونه که از ریزش مو جلوگیری کنه. تا چی حد میتونه این گپ درست باشه دکتر؟ با مساژ تا اندازه موافق هستیم، به خاطر زمانی که ما مساژ میدیم جریان خوب خون در صحت زیاد میشه. زمانی که جریان خون زیاد شد مقدار زیاد مواد تغذیه‌ای یا غذا وجود میرسه، میتونه که سبب تقویم مو شه. اما با کم کردن مو یا دراز ماندن مو هیچ وقت موافق نیستیم، چون مو زمانی که از قسمت پوست بیرون میشه یک جسم مرده است، با انرژی ضرورت نداره، با غذا ضرورت نداره، تغذیه ضرور نیست تغذیه شوه. پس موی همش در ریشه در داخل پوست رشد میکنه. تا زمانی که ریشه خوب باشه، تقویه باشه، موی هر قدر دراز باشه میتونیم که دراز بانیم. تشکر دکتر سید که با ما همراه بودین در این بخش برنامه و خوش آمدین به برنامه. بعد از وقفه در ادامه برنامه با ما همراه باشین. بله، خوش آمدین به ادامه برنامه و در این بخش زهرا صاحبزاده همکار ما هستن و یاد میتن که چطور بتانیم خود را آرایش کنیم در خانه، یعنی ضرورت نباشه که حتما بریم به آرایشگاه. با چه مهارت هایی میتانیم خود آرایش کنیم؟ میبینیم ویدیویی را که امروز زهرا جان بر ما آماده ساخته. السلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور باشین، سرحال باشین و از جای دنیا که هستین خوش باشین. بسیار خوش استم که ما شما خدا دوباره پس میبینیم از طریق برنامه بامداد خوش. پیش از که آرایش خود امروز شروع کنم، میخوایم یک ماسک داری خود بزنیم، چون که مهمترین چیز در آرایش که از پیش از میکپ کس که بزنه جلد روی باید همیشه اول پاک باشه. ماسک دری خود که زدم روی خود اول میشویم. همیشه وره پیش از که آرایش خود شروع کنم یک کریم ویتامین سی دوست دارم دری خود چرب کنم. فایده از چی است که جلد روی جوانتر نگاه میکنه. ببینین که گردنم چرب میکنم. دوباره باز یک سپری ویتامین سی را میگیرم، در گردنم سپری میکنم. فایده از این چی است که در گردن چرب کنین یا سپری کنین که چملکی گردن کم میکنه، چونه که سلک از کلان شوه چملکی هم زیاد میشه. باز ما دوست دارم کریم کار بگیرم که چملکی را کم کنم. خب دوستای عزیز، ببینین که میکپ را گرفتم، یک پم در پشت دست خود اول زدم، باز یک اسفنج همیشه وره شیگرمک تر میکنیم، باز میکپ را تیت میکنیم. دوستای عزیز، میکپ که تیپ میکنین اسفنج خشک هیچ وقت نمیخواین کار بگیرین. نوبت کانسیلر. کانسیلر چی است؟ رنگ کانسیلر ببینین دوستای عزیز که از جلد روی ما رنگش روشن‌تر است و این یک میکپ است مخصوص اگر ما را خسته باشین، خواه کم کنین، لکه که جور شده باشه زیرا چشم، بس این میکپ لکه را پد میکنه.
ای کارا عجله نکنین، وقتای نکنین، میخواین سعی به آرامی ای میکب تید کنین، چون که اگر عکس بگیرین یا پیش کامرا باشین باز ای میکب معلوم شه، چون که رنگش از ریما اوشان تر است. نوبت کانتور. کانتور مثل عملیات برست و میخواه منو خوره اول که من قلقل تر بسازم و گم تر. ببینین دوست عزیز که رنگ کانتور از جلد روی ما تاریک تر است، رنگ چکولات باره و من میفهم که من خطرناک بلوم میشه اگر نترسین، چون که ما یک نمره 3 واره جور کردیم، یک خط زیر زناک، یک خط پیشانی و زیر کما و دو خط بغل بینی. دوباره بر تو میگم دوستا عزیز، مهمترین چیز در آرایش که است تید کدن میکب، چی که سایه چشم باشه، چی که پودر باشه یا چی خود کریم باشه، بخاطر از مو این کار عجله نکنین، بعد دکد و آرمی که دو برس پاک این کانتور را تید کنین. و انال نوبت بیکینگ پاودر. این میکب بر چی دوست دارم؟ چون که پودر است اولش، دومش میکب دیتر نگاه میکنه. ببینین که این پودر از نوک گوشم تا نوک لبم یک خط جور میکنم زیر کما و از نوک ابرویم تا نوک چشم یک خط که این پودر جور میکنم. باز ای پودر دست نمیزنین، میمانین در رویتون بیشینین به یک ده دا پانزه دکه، چون که جلد روی ما ای پودر با سهی کش میکنن. بختار از امو ای پودر میمانم. انال بریم نوبت سایه چشم. یک برس میگیرم به نام بلندنگ برش که رنگ سبک نسوری از یک نوک چشم تا یک نوک چشم دگه ای رنگ آساستا تیپ میکنم. مطلب میانه میخواییم سایه چشم افته واره جو کنیم. دوباره امو رنگ کانسیلر میگیرین، در پشت دستان اول میزنین، باز یک برس پاک میگیرین، امو کانسیلر مخصوص در اینر کورنر آی میزنین، مخصوص یعنی در نوک چشم، پیش از که رنگ زریر بزنین. این کار بر چی دوست دارم؟ چون که زریر پاک معلوم میشه و سایه بهتر چشم میشینه. و ببینین دوستای عزیز که زریرم در پشت دست مانده، زریره که کار میگیرم. هیچ وقت دوست ندارم که یک برس کار بگیرم مخصوص که نوک دستم. اگر میخواین موره یک کاغذ پاک بگیرین در نوکای چشمتان بانین، باز میتونین آرایشنه با آرامی کنین. ببینید دوستان عزیز، یک رنگ نسوری تیستر گرفتم، میخوام یک کریس سموکی افکت مطلبم دودی واره جور کنم. باز یک رنگ خفیف گلابیرم میگیرم و میخوام ایره دگام تیپ کنم. دوباره بر تو میگم دوستان عزیز، مهمترین چیز در آرایش که است تیپ کردن میکاپ، چی که سایه چشم باشد، چی که پودر باشد، چی که خود میکاپ باشد. خب در اگه پایندکه که پورا شد، انال میتونیم که برس پاک ای بیکینگ پاودر تید کنیم. نوبت ابرا. ای کار ضرورت نیست. اگر من همیشه دوست دارم ابرای ما کمک خفیف پر کنم، کار مهم دوستایزی است که ابراتون پر میکنین، فشار دست سبک باشه و دوم رنگ که کار میگیرین که ابرایتون پر کنین، کوشش کنین که رنگ مویتون واره باشه، چون که ما نمیخواییم ابرای ما ساختگیمون میشه. خود دوستا عزیز، خلاقانه که خسته نشده باشین، آرایش ما آستاستا به خلارسی میرسه. و دوستانم یکان دفعه بینیمه دوگان من این طرف سازم، یک برس پاک میگیرم، نسوری باز بینیم کانتور میکنم. این کار ضرورت نیست. اگر ما دوست دارم که بینیم کمک یک تک موره مین بسازم. نوبت ریمال. شما که دوست داشته باشین میتونین مخصوص ریمال کار بگیرین یا موره. ما دوست دارم که مجای ساختگی در چشمای خود بچسبانم.
یا کده ابرو چینک یا کده گوش پاکن پاک میتونین مجای ساختگی نه به آرمی سی شخ بچسبد، چون که ما نمیخواییم باز یک بیستک باد مجا بفته سی به آرمی شخ بسته کنه. ببینین اینجا که من شروع شکم میمانم در مجای ساختگی بعد یک 20 ثانیه پف میکنم خود مجای ساختگی را مساج میتام که سعی به چشمم بیشینه. باز یک برس نوک من این پنسل بارو میگیرم دوباره کتم رنگ گلابی این رنگ مخصوص در زیرا چی بخواد میبرم کمک وارم و گم تر بسازم و نوبت رپسرین شما ار رنگ رپسرین که دوست داشته باشین میتونین بزنین. اگر من یک رنگ خفیف گلابی میگیرم خدا دوستای عزیز خدا کنه ای افته آرای شما خوش کرده باشین. یاد نرد چینل یوتیوب بامداد خوش شما سبسکرایب کنین چون ما با شما هر افته یک ویدیو نو داریم. خب خیلی تا پروگرام آینده خدافز. خب تشکر از زهرا جان به خاطر بسی تصویر زیبایی که بر ما روان کردن و بر ما یاد دادن که چگونه میتونیم آرایش ساده بکنیم و فعلا میریم به طرف یک وقفه کوتاه و در بخش بعدی در بخش سرخط با مریم جان باشین. بله برگشتیم در ادامه برنامه در بخش سرخط هستیم و حتما در جریان قرار گرفتیم که کشاورزان فراه به خاطر نبود بازار برای میوه تربوز یک اعتراض کردن و در نتیجه این اعتراضات خب این تقریبا هر سال اینطور اعتراضات ایجاد میشه در ولایت‌های مختلف در کابل وقتی که خب کشاورزان میاین به کابل برای فروش میوه تربوز متاسفانه اتفاقای مختلفی پیش میاد که مثلا امسال کشاورزان در کابل وقتی آمدن به خاطر فروش تربوز دوباره پول برگشت را گفتن ما نداریم که دوباره بریم به ولایت خود و این از مشکلی است که از جمله مشکلاتی است که دهقانای ما با او دوچار هستند. آقای حاجی عبدالنصیر رشتیا مهمان ما هستند در این بخش برنامه رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی. خوش آمدین به برنامه، صبحتان بخیر. خیلی سپاس، تشکر، صبح شما بخیر. خب آقای رشتیا میخوایم صحبت ها رو اینطور آغاز کنیم که چرا حکومت برای میوه افغانستان بازار پیدا نمیکنه؟ این اتفاق هر سال میفته، تربوز افغانستان هر سال در میدان میمانه و هیچ کس رو نمیخره. خیلی تشکر، سلامت باشین. پیش از او که من به جواب سوال شما برم تشکری میکنم از تلویزیون طلوع. واقعا همیشه هم مثلا به یاد دارم که همون مسئولیت و مکلفت های خود در قبال تولیدات داخلی همیشه ادا کردن و میکنن. جا داره که از تمام هموطن های عزیز خود خواهش بکنیم که این کمپین حمایت از تولیدات داخلی را سر از امروز شروع بکنن و به عوض استفاده از یک قوطی انرژی میشه که یک دانه تربوز بخرن. این چند خوبی داره، اول به صحتشون مفید است، دوم میتونن که امرای دهقان از کشور کمک شن و دهقان بتونن زندگی خود را رونق ببخشه و سال آینده بهتر و خوبتر به ما کشت بکنن و قیمت بسیار ارزان از انرژی. بدون شک که زراعت یکی از اصلی ترین موتور رشد اقتصاد در کشور به حساب میره و خوشبختانه افغانستان کشور زراعتی است که بیشتر از 80% مردم افغانستان مصروف زراعت هستند. یعنی در مقایسه با دیگر سکتورهای مادن، زراعت، صنعت، خدمات که بیشترین جایگاه کار به خود اختصاص داده او سکتور زراعت است و متاسفانه که تا هنوز سرمایه گذاری آنچنانی که توقع میرفت بالای سکتور هنوز صورت نگرفته و زراعت افغانستان یک زراعت معیشتی است که دهقان مقامی کاره و خودش بخوره. هنوز ما به زراعت بازار و یا میکنه زیر شدن زراعت نرفته. متاسفانه در این مدت 20 ساله که ما آمدیم بعد از مرحله بازسازی تا این اکنون ما شاهد یک تغییرات چشمگیر در سکتور زراعت نبودیم. با وجود از اینکه محصولات زراعتی ما یکی از عمده ترین اقلام صادراتی در افغانستان است. پس با این شرایطی که شما هم گفتین چرا حکومت افغانستان برای میوه‌ای که در افغانستان تولید میشه نتونسته بازار پیدا کنه؟ بین این دو گپ است، هم مشکل است و هم خیلی ساده است، هم راه حل وجود داره
دو طرف زکاست، یکیش فرصت است و یکیش چالش. چالش ایست به این معناست که ما نتونستیم که به خاطر فرآورده های زراعتی خود که قسمی که بیشتر ما یادآوری کردم یکی از بزرگترین اقلام صادراتی ماست. ما بجز فرآورده های زراعتی دیگر چیز به صادرات نداریم، مثل زعفران، مثل میوه تازه، میوه خوش و بعضی گیاهای دیگه. ببینین یکی خوب متاسفانه که کم توجهی مسئولین باعث ازی شد که مسئولات زراعتی ما نتانه راه به کشورهای بیرونی و کشورهای همسایه پیدا بکنند. دلیل عمده شیست که ما اونمو میارها و استندردها را تا هنوز در مسئولات خود نداریم که نار ما بتانیم در مارکت های جهانی را به فروش برسانیم. و در مورد تربوز آقای رشتی یک موضوع دیگر مگر اشاره کنید، با وجودی که تربوز در داخل تربوز خود افغانستان فروش نداره، بازار فروش نداره، چرا از پاکستان و دیگر کشورها وارد میشه تربوز در افغانستان؟ سوال اساسی همی است که همه میگفن میپرسن. ببینین تقریبا یک ماه پیش از اینکه تربوز فرا و یا بعضی ولایت های گرمسیر ما برسه، به حد کافی تربوز از پاکستان وارد شد، به حد کافی از کشور همسایه وارد افغانستان شد. چرا؟ هر سال هم که گپ است و همه مردم تربوز خوردن، دیگر احساس نمی کنند که دوباره تربوز بخورن، چون فصلش رسید، همه مردم خوردن، آل میوه دیگه رسیده، چون انسان ها تنوع طلب هستن یک چیز دیگه را می خورن. بنان اینجا نیاز است که حکومت افغانستان باید چند کار را اینا مد نظر می گرفتن، مثل که در تمام دنیا همی حاصل است که وزارت زراعتشان تصمیم میگیرن و یک احصایه و ارقام را پیش خود دارن که در کدام ولایت، در کدام شهر و در کدام خرید چقدر و به چه میزان محصولات زراعتی دارن امسال تولید میشه. مثلا تربوز باید سی احصایه پیش وزارت زراعت باشه و این مسئولیت و وظیفهشان است که بفهمه که امسال در افغانستان چقدر تربوز کشت میشه، چقدر زیر میتونن در داخل افغانستان به مصرف برسانن یا مردم مصرف میکنن و با چی پیمانی زوره اینا برش پلان بگیرن که ایره به کشورهای بیرونی صادر بکنن. متاسفانه اینمی بی برنامگی وزارت زراعت و نبود بازار باعث ازی میشه که سالانه به میلیون ها دهقان ما متضرر شوه و به عوض کشت حلال اونا دوباره رجوع بکنن به کشت حرام یا کوکنار و یا برن به صف مخالفین بپیوندن. بله، همطور که شما اشاره کردین آقای رشتیا، ببینیم که این بی‌برنامگی و پیدا نشدن بازار سبب چه مشکلاتی برای دهقان ما شده. روی خط اسکایپ مهمان داریم، روی تماس تلفنی آقای زلمی محمدی، دهقان و معاون انجمن اجتماعی گلخانه‌داران از ولایت فراه با ما وصل هستند. سلام، وقت شما بخیر. میشه آقای محمدی بگوین از مشکلاتی که دهقان ما با او مواجه شدن به خاطر از اینکه بازار نیست، چقدر ضرر کردن دهقان ما؟ با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و مهمان عزیز شما. همونطور که شما فرمودید و مهمان شما فرمودن، هر سال ما به این مشکل گرفتار هستیم که وقتی تربوز ما بلند میآید از کشورهای همسایه و از قیمت نازل ترازیه به داخل کشور. دهقان ما که ای که زحمت کشید و مسئول به دست آورد، یک مداد اشخاصی که در مرکز شیفته به نام تایفان اینها مسئول تربوز خام و فرار انتقال میده به مرکز. اوتومات وقتی که یک پرنده تربوز خام میکره با خانه میبره، تربوز خام است، دیگه طرف تربوز فرا سیر هم نمی کنم. یک مشکل او بود. این مشکل دوم است که دولت هیچ انگیزه ای برای حل مشکل دهقان ما ندارد. حکومت همیشه و خاک پاشیده به چشم دهقان. چقدر دهقان ما ضرر کردن آقای محمدی؟ سیر چند فروخته میشه تربوز و آیا تربوز از ولایت فراه و کابل آورده شده یا نه؟ بله، از تربوز ما از 20 تا تربوز ما به بازار عرضه شده. روزای اول به قیمت خوب همو تربوز خام ما را تجارایی که به کابل مسئول خارجی را بهتر بفروشه، تربوز خام ما را انتقال میده به کابل به ولایات که ایره نانبت بسازه. بعد از او امو سودجویی خود امو منافع که بازار بیاره پایین، بعد از او به قیمت خیلی نازل از دهقان ما خریداری کنند. چند فروختن یک سر تربوز را آقای محمدی؟ یک سر تربوز را در روزای اول 60 افغانی خرید میکنند. یک فراره که 5 کیلو میشه،
من ما 5 کیلو تا ولی یعنی آخه دیست یک من 5 کیلو تربوز ما را به 10 همی خریداری میکنم 10 افغانی 10 افغانی گفتین؟ بله یک منش یعنی 5 کیلو شد 5 کیلو شد به 10 افغانی خریداری میکنم. تشکر آقای محمدی از اینکه صحبت کردین و این مشکلات با ما شریک ساختین. بله خب یه هم وضعیت دهقان ما در ولایت‌های مختلف و آقای رشتیا صحبت شما در این مورد چی است؟ متاسفانه که مثلا این تکرار میشه و حکومت هم به برنامه است و هیچ توجهی به سکتور زراعت ندارند و دهقان مجبور میشه بالاخره که یا دست از کشت حلال برداره دوباره بره کشت حرام دست بزنه و یا ایست که ترک شغل بکنه از خود تولید کننده به مصرف کننده تبدیل شوه و این داره ایسایس هم گراف فقر و بیکاری رو در کشور اون هم بلند میره و بلند نفتم بله در مورد دهلیزهای هوایی مگر آخر رشتی ها چیزی بگوین قصه دهلیزهای هوایی چطور شد؟ خب متاسفانه که دهلیز هوایی از ابتدا یک پلان ناکام بود چون در هیچ جای دنیا شما شاید نیستین که میوه تازه را از طریق دهلیزهای هوایی صادر بکنن چون در اونجا بیشترین هزینه را حکومت میپرداخت و متاسفانه کنوز حکومت از شرکت های هوایی قرضدار هستن و بودجه کافی به خاطر از این مسئله ندارن فقط رایی که میتونه این مسئله حل بکنه فقط از دهلیزهای زمینی است ما باید مشکل خود با پاکستان حل بکنیم به چی دلیل که پاکستان به ما اهمیت داره ما به چی دلیل ما نیازمند ازی هستیم که ما مشکل ترانزیت با پاکستان حل بکنیم به خاطر که پاکستان و هند بزرگترین و پرنفوذترین مارکت بر فرآورده های زراعتی افغانستان است به دلیل اینکه ما اونمو میارها و استانداردها را در محصولات داخلی و یا فرآورده زراعتی خود نداریم که بیرون از کشورهای اروپایی آمریکایی صادر کنیم فقط بازار مشابهی که هند و پاکستان است اما تربوز و یا انگور و یا هر فرآورده زراعتی را که سرسرک ما در کابل مفروشیم عین با مارکت ما در پاکستان و در هند داریم بله خب همچنان در ادامه صحبت های ما حاجی سخی فراحی تجار ملی با ما وصل هستن روی خط اسکایپ و میخواییم که صحبت کنیم با آقای فراحی هم آقای فراحی سلام صبح شما بخیر تشکر که وقت دادین تا همراهیتون صحبت کنیم میشه بگوین که وضعیت سردخانه ها و وعده هایی که از طرف وزارت زراعت داده شده بود که در فراح و دیگر ولایت های افغانستان سردخانه ساخته میشه این وعده ها چقدر عملی شده آیا سردخانه ای ساخته شده یا نه چطور شده این وعده هایی که از طرف وزارت زراعت با دهقین شده و علیکم سلام مریم جان سلام به خودت به مهمان محترم شما سردخانه رو خود سال سخنگوی وزارت زراعت آقای رستمی از به طریق تلویزیون خود شما اعلان کرده که ما امسال همیتو یک پلان وسیع داریم که به ولایت فرا چندین کارخانه جور سردخانه جور کنیم مگر متاسفانه بعد از 5 سال یک سردخانه جور نکرده یک سردخانه افتتاح شد مگر کارش پس ابوتو لادرک ماند حتی یک کس یک بیل هم نزده دیگه ما از دولت خواهش میکنیم که برای ما سردخانه بسازه توجه کنه بزی دیقان امسال اتو در بدر شد خصوصا بزی بیبارانی خشکسالی که حتی یک لیتر تیل بیخرید به 50 افغانی اونا را به کشت و زراعت و به واتر پمپ اونا استفاده میکرد و حالا که سال خلاص شود همگی دیقانا همیتون قردار میمانه دیگه اینه میتون بیتوجهی دولت است که هیچ توجهی دولت نداره به دیاقین ولایت فرا بله خواست شما چی است؟ خواست مهمی است مریم جان که با ما سردخانه جور کنه میمان محترم شما گفت که زراعت افغانستان این قدر گنجایش نداره که بسیار به خارج میوه افغانستان مواصلت برزد یعنی تمام میوه ولایت فرا تمام دنیا را میوه میده تمام میوه افغانستان تمام دنیا را میوه خوش میده میوه تر میده دیگه خواست ما از دولت طبیعت توجه دولت میخوام که امی دیاکین حمایت کنه که دست از دیگه کش برداره بله تشکر آجی صاحب تالارهای محترم عروسی والا رو خواهش بکنه که از این میوه وطنی ما
داخل تالار استفاده کنه. تشکر آقای فراهی از اینکه وقت دادین تا همراهتون صحبت کنیم و این مشکلات شما هم شریک ساختین و همچنان از آقای محمدی هم تشکر و آقای رشتی شما هم خوش آمدین و برنامه پیام شما چی است در ختم صحبت امروز ما؟ تشکر، سلامت باشین. پیام خوب واضح هست که به خاطر از بین بردن فقر و بیکاری فقط مسیری که میتونه افغانستان کمک بکنه مصرف تولیدات داخلی است. بنابراین سر از امروز هر افغان اگر سر از این لحظه اگر روزانه یک افغانی به خاطر تولیدات داخلی مصرف بکنن 35 میلیون هستیم، 35 میلیون به اقتصاد افغانستان واریز میشه و این میتونه که زندگی دهقان، باغدار و صنعتکار افغانستان تغییر بده و زمین کار و اشتغال به مردم افغانستان فراهم بسازه. بله، تشکر که حضور داشتین در برنامه امروز. بله، و امید از این که شما از امروز تصمیم بگیرین که از میوه های افغانستان استفاده کنین، همونطور که آقای رشتیا گفتن به جایی که شما از انواع نوشیدنی های گازدار استفاده کنین، از تربوز که سرشار از ویتامین ها است استفاده کنین که بر سلامتی چقدر مفید است، که فعلا هم موضوع شیوع کووید 19 دوباره زیاد شده در افغانستان، پس برای سلامتیتان حتما در طول روز از تربوز امروز استفاده بکنین. وقت خوب و خوش بر همه. تشکر از همراهی شما. خداحافظتان.